شما آقای سلطان نور هستین، بفرمایید. خدمت شما از کنم آقای جوهری، شما از وقتی که سیاست بدار شدین واقعا خب واقعیتی که زحمت میکشید برای کامیونیتی، برای ریچموند هیل تلاش میکنید، آر شکی هم پیش نیست، ولی این خبرهایی که از اتاوا میرسه، اون چیزی که ما میبینیم، اون چیزی که سیاست پشت درهای بسته است، اون چیزی نیستش که بیرون ببینیم. سیاست خارجی آقای جاستین ترودو تقریبا همون سیاست‌های خارجی که هارپر میره، موازش تو خاورمیانه، سوریه و روسیه، همش همونایی که داره میشه، تعویض استفندیان و جانشینیش به یک وزیر امور خارجه کم تجربه مانند خانم کریستیا فریلند. این اولا هم برای کانادا خوب نیست. یکی از معضلاتی که همیشه کانادا داشته اینه که زمان هارپر ما 6 تا وزیر امور خارجه داشتیم تو 8 سال، در حالی که کشورهایی که قویان وزیرهای امور خارجهشون همیشه 8 سال، 10 سال، 20 سال میمونن، حالا چه دیکتاتوری باشن چه دموکراسی، از هیلاری کلینتون گرفته تا کیسینجر گرفته تا مال روسا لاروف. وقتی آدمهای جوان رو میارن که حتی نمیتونن پایتخت‌های کشورهای خلیج منطقه خاورمیانه رو بگن، این خب مشکله. بعدن به اضافه اینکه خاورمیانه قلب اقتصاد دنیا است، قلب سیاست دنیا مثلا میدونیم دیگه، یه بخشش هم کشورمون ایرانه. یک، چرا هیچ کدوم از سیاستمدارای کانادایی نمیرن منطقه رو همه رو ببینن، یعنی شامل ایران، ترکیه، عربستان، اسرائیل، همه رو از نزدیک ببینن، ببینن واقعا چیه، دستور کار خودتون دارید که برید. یکیش اینه که دوش واقعا چی کار میشه کرد که چون دو ماه دیگه محافظه‌کارا رهبرشون انتخاب میکنن، بنابراین هیچ خبر خوبی نمیاد اونا وقتی رهبرشون انتخاب بکنن، هماهنگ علیه کامیونیتی ایرانی حمله خواهند کرد. یعنی بنابراین فرصت ها داره از دست میره. شما هم تکی واقعا زحمت کشیدی، واقعا چی کار باید کرد که کامیونیتی اون بخشی که میدونه بیشتر این تلاش بکنه و بتونه صدای درستی رو به اتاوا برسونه، حداقل واقعیت ها رو ببینن. متشکرم. به نظر من اگه بخوام پروسس بکنم، شما 3 تا سوال کردین، یکی این که استیتمنت دادین، یکی این که به نظر میرسه پالیسی دولت لیبرال با پالیسی دولت هارپر هیچ فرقی نکرده، یکی دیگه راجع به عوض شدن وزیر امور خارجه صحبت کردین، و یکی راجع به این که چرا به قول معروف آندرگراوند مثلا دیدار و اینا نمیشه که نظر دیگه ای به وجود بیاد. اجازه بدین من راجع به اولی صحبت بکنم. من با اینی که عمل کرده دولت فدرال لیبرال با آقای هارپر یکی بوده کاملا مخالفم. دولت لیبرال واقعا توی یک سال و نیم در موقعیت هایی که داشته پیش قدم بوده و در صحبت هایی که شده واقعا ابراز علاقه به همکاری کرده. همونجور که من در اول صحبت کردم دو تا مشکل هست که من دیگه دارم میخوام دوباره ریویو بکنم. اون مشکلاتیه که زمان میبره حل بشه و یه سری شرایط وجود داره و این قانونا رو نمیشه به این راحتی عوض کرد. متاسفانه اینو توی دونه آمنیباس گذاشته بودن و این خودش دردسر بزرگتری شد برای اینکه خدا داده این قانونا رو بازرسی کنه. از اینکه خانم کریستوف فریلند جای آقای استفندیان اومدن و شما فکر میکنید ایشون تجربهشون کمتره، بازم من دوست دارم یه نظر دیگه ای به شما بدم. اینه که موقعی خانم کریستوف فریلند اومدن روی کار که ساوت آف کانادا، یعنی همونجور که میدونین آمریکا از لحاظ حزبی عوض شد و از لحاظ انتظاری که میرفت که دموکرات ها باشن رفتن برای ریپابلیکن ها، و فوکس کانادا باید روی و یکی از پرامیس های آقای دونالد ترامپ مثلا ریوایز کردن نفتا بود و این خودش یه مشکل خیلی زیادی رو برای فورن افیر که خودش مثلا اینترنشنال ترید زیرو فورن افیر همونجور که مطلع هستیم توی کار، و این یه مشکل خیلی بزرگیه، چون اگر این حساس این نگوشیشن درست انجام نشه تأثیر خیلی خیلی زیادی روی تعداد کارهایی که ما میتونیم از دست بدیم. بنابراین به نظر من خانم کریستوف فریلند تا حالا واقعا خوب تونسته کار بکنه،
همونجوری که میدونین ایشون وقتی اینترنشنال مصر اینترنشنال ترید بودن سیتا رو امضا کردن و این سیتا به نظر من یکی از موفقیت چشمگیر کاناداست. همونجوری که میدونین الان با چین دارن کار میکنن برای ترید و با ایندیا به زودی رفت آمد و شروع میشه. راجع به قسمت سوم که چرا سیاستمدارا توی منطقه نمیرن و چرا توی ایران نمیرن، ما متاسفانه نه پارلمنتری فرندشیپ گروپ داریم نه پارلمنتری اسوسییشن داریم. معمولا کشورهای مختلف یه دونه پارلمنتری اسوسییشن دارن که پارلمنت ها ممبرهای پارلمنت میتونن با هم چیکار بکنن، با هم کشورهای مختلف رو ویزیت بکنن. ما مثلا میدل ایست پارلمنتری اسوسییشن نداریم ولی مثلا یه دونه فرندشیپ داریم مال کانادا و لبنان. تا شما اسوسییشن نشی یه بودجه به طلب نگیره، ام پی ها نمیتونن بلنشن برن و بگن آقا مثلا من 5 تا ام پی دیگر رو برمیدارم میرم به یه تحقیقی میکنم. الان ما 11، حالا دقیق نمیدارم من رو کد نکنیم، 11-13 تا پارلمنتری اسوسییشن بیشتر نداره و اینا هم که اینا بودجه های چیز دارن، بودجه بهش رو تعلق میگیره و اینا اهدافی دارن که اهدافش میتونه شناخت کالچر باشه، میتونه شناخت ترید باشه. در جنبندی خلاصه بهتون بگم فدرال گورنمنت کاری که بعد از برداشتن برشمون گذاشت این بود که این سانکشن ها رو برداشت. برداشتن این سانکشن ها به پروینس ها اجازه میده که اینا بتونن خودشون ایندیپندنتلی، یا به بزنسمن ها اجازه میده که بتونن ایندیپندنتلی با یک کشوری مثل ایران کار بکنن. همینجوری که میدونین شهردار قدرت، شهردار مونترال اخیرا تهران بوده و همینجوری که اکثر مطلع هستیم به زودی هیئتی از طرف استان کبک به ایران میره و همراه خودش یکی از بزرگترین شرکت‌های آلومینیوم داره میبره و امکان داره گروه های دیگه هم با اون بره. بنابراین دولت کانادا یا دولت فدرال هیچ ریستریکشنی نذاشته که آیا استان ها میتونن کار بکنن، چون نشرال ریزورسز و ترید زیر دست استان هاست. یه سری چیزهایی هست که مثلا تو انرژی سکتر باشه، تو چیزهایی که نشرال ریزورسز باشه زیر دست فدرال گورنمنت. حتی مثلا همه راجع به بامباردیه یه شرکتیه که مجزا از دولت فدرال کار میکنه، مسلمان با کوردینیشن کار میکنه. بنابراین برمیگردیم به قسمت آخر سوالی که کردیم که چی کار میشه کرد. بنابراین اگر دوباره برمیگردیم به همون کانسل، اگر واقعا کانسل هایی ایجاد میشه که بتونه به دولت فدرال، به دولت پروینشال نشون بده که قابلیت های اجتماعی، قابلیت تحقیقاتی، قابلیت های فرهنگی، قابلیت های مشارکت پژوهشی، قابلیت های ترید، قابلیت های چیز چقدر بالاست، این خودش کمک میکنه که باز اینفورمیشن داشته بشه. الان شما نگاه بکنید مثلا مکنزی که یک کانسالتینگ فرمه یه پیپر رو پابلش کرده، یه متاسفانه خیلی به ندرت کسایی میدونن که این پیپر که پابلش شده راجع به ایران چی نوشته، که چرا قابل تجاری. البته این پیپر خیلی جامعه از تمام جوانب بررسی شده، نه تنها از لحاظ ترید، از لحاظ کالچر، از لحاظ اینکه جامعه تنی پیپرهایی که من تالا خوندم حتی مسئله حقوق بشر تو ایران بهش ریفر شده. بنابراین ما هرچی مشارکتمون بیشتر باشه و بتونیم با فکت نشون بدیم، الان اگه 10 تا بیزنسمن 20 تا بیزنسمن تو ایران خواهم برن کار بکنم با شرکت های مختلف بیان به فورن افر بگیم و ما اجازه کنم فورن افر میبینه خب خواسته ها رفته بالا دیم ببینید ای هفته دو سنتون رو باید فسیلیتی دیدی. در حال حاضر همچنین گفتم کبک داره هیئت میبره، تا اینجا هم که من شیدم ظاهرا البرتا هم یه گروهی رو داره میبره.